حالا سوالم اینه که هدف رژیم از این تبلیغات چیه؟ ضمن اینکه رژیم انتخاباتی هم برای تعیین جایگزین رئیسی جلاد در پیش رو داره و تجربه تمامی انتخابات قبلی این بوده که مردم نقشی در اون ندارن و خامنه ای خودش هر کی رو که بخواد میاره. خب طبیعیه که رژیم با این تبلیغات داره یه هدف مشخصی رو دنبال میکنه. بله. و همه این دود و دما برای اینه که مردم مسئله اصلی یعنی سرنگونی رو گم کنن. اما در مورد انتخابات اینم روشنه که یک دیکتاتوری کلاسیک همیشه مهرهای نظامش رو پیشاپیش میچینه، چه برسه به ولی فقیه که اصلا این کار است و حرف جدیدی نیست. و بسیار طبیعیه که حرف اول آخر رو تو این نظام فاشیستی شخص خامنه‌ای میزنه و تا به حال هم همینطور بوده. بنابراین مهم اینه که تو این رابطه بدونیم که صورت مسئله چیه و باید چی کار کنیم. صورت مسئله اینه که باید بساط انتخابات رو به هم ریخ. باید کاری بالاتر از انتخابات اسفند و اردیبهشت برای به هم زدن اون انجام داد. باید به جهان نشون بدیم که انتخابات تو این رژیم دروغ بازی سیرک و نمایشه، تا جهان هم فریب نخوره یا نتونه با این رژیم به سادگی وارد زد و بند بشه. واقعیت اینه که همین انتخابات پوشالی رژیم یک فرصت طلایی برای قیام و سرنگونیه و ما باید این رو بچسبیم و قطار قیام رو به شتاب بیشتری بدیم. بدون شک که این بار هم این انتخابات با تحریم گسترده مردم روبرو خواهد شد، تو شکی نیست. ولی اون چی که مهمه اینه که خواست مردم ایران برای سرنگونی باقیه و باید از این فرصت که الان خامنه‌ای تا خرخره در باتلاق اون فرو رفته استفاده کرد و زمینه اعتراض و قیام رو فراهم کرد. و اصلی ترین وظیفه هر انقلابی هم شکستن طلسم اختناقه، یعنی همون کاری که الان کانونهای شورشی دارن انجام میدن، یعنی باز کردن راه قیام و اعتراضات مردم رو. فقط با هر چه ضربه زدن به پیکر این نظام فرتوت میتونیم محقق کنیم و شرایط رو آماده کنیم.